دوستان عزیز، به فضل الهی با هدایت‌های رهبری عزیز و عزم راسخ ملت، دوران جدیدی از شکوفایی انقلاب اسلامی و فصل نوینی از تحول برای بشریت آغاز شده است. باید جایگاه و نقش خود را در این برهه سرنوشت به خوبی بشناسیم و به وظایف الهی عمل کنیم. این مأموریت بزرگ ماست. باور کنیم که ایران می تواند بر قله ها بایستد، به قله ها، به راه نورانی و به آرمان های بلند الهی بنگریم و از جزئیات دست و پاگیر و حواس پرتی ها عبور کنیم. باور کنید که می توانیم. باور کنیم که حاکمیت عدالت و صلاح در راه است. شمیم عطر گل محمدی فرزند برومند پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عالم پیچیده است. صبح درخشان بشریت نزدیک است. بیایید سپیده را در انتظار طلوع خورشید باور کنیم. ما می توانیم. ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم. ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم. در خرمن سیاه هریمن سیاوشیم. در انتظار رؤیت آن مهر آخرین در مجمر سپیده سپندی براتشی. ملت ایران همواره در احیا و بالندگی فرهنگ و تمدن توحیدی نقش ممتازی داشته است. امروز نیز تمام قد وارد میدان شده است و در حال پایه‌گذاری تمدنی نوین، انسانی و متعالی با شاخصهای الهی است. در انتخابات لزوم حفظ استقلال و عزت کشور و وحدت و یکپارچگی ملی فریاد شد. در این حماسه بر صیانت از فرهنگ متعالی ایرانی اسلامی و ادب و هنر و منابع بی بدیل انسانی تأکید. مردم به پرچمداری توحید و عدالت در جهان و برپایی جامعه الگو و نمونه رأی دادند. دوستان و همراهان عزیز، انتخابات اخیر مبین آرمانهای بزرگ ملت ایران است. ملت ایران به افقهای دوردست می نگرد و اهداف بلندی را دنبال می کند. سرعت پیشرفت مادی و معنوی کشور باید در تراز این آرمانها و اهداف و در شأن ملت بزرگ باشد. ملتی که بنده و مجلس شورای اسلامی منتخب او هستیم. ما یک ملت بزرگ را نمایندگی میکنیم. ملت ما هدفهای بزرگ دارد. هدفهای بزرگ تصمیمات بزرگ و اقدامات بزرگ میطلبد. باید گامهای بلندی و اندیشه های بلند و مفاخر علمی، ادبی و هنری هر کجا که باشند در حوزه و دانشگاه و عناصر صاحب اندیشه و فن در همه زمینه ها سرمایه های اصلی کشور و الگوی پیشرفت و تعالی و موتور حرکتند. باید روش های کارآمدتری برای حضور آنان در عرصه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا فراهم شود. در همین جا از همه برای همدلی و همراهی و حرکت دعوت می کنم. هیچ کس نباید احساس کند حقی از او دریغ شده است و یا فرصت شکوفایی نداشته است.
هیچ احدی نباید احساس تبعیض کند یا احساس کند که کرامت او مخدوش شده است. آزادی و دیعه الهی و ارمغان انقلاب عظیم اسلامی است. همه باید از اوج آن صیانت و مراقبت کنیم. احدی حق ندارد با عناوین مختلف و مجعول آزادی های اساسی و قانونی را محدود کند. در این دوره ما همچنان به سیاست خارجی فعال ادامه خواهیم داد و به فضل الهی پرقدرت‌تر و البته با برنامه‌های جدیدتر و مؤثرتر در همه عرصه‌ها حضوری پررنگ و اثرگذار خواهیم داشت. ما بر ارزش‌های انسانی مشترک که همان ارزش‌های الهی است تأکید خواهیم کرد و همگان را به عدالت و صلح و برادری دعوت می‌کنیم. در برابر زورگویان می‌ایستیم و برای اصلاح ساختارهای تبعیض آلود جهانی به نفع ملت‌ها و اصول فوق تلاش خواهیم کرد. ملت ایران همچنان پرچم عدالت و توحید را در اهتزاز خواهد داشت. باید در برابر در مدیریت جهانی نقش مؤثر ایفا کنیم. برخی دولت‌ها باید در قبال اقدامات خود مسئول و پاسخگو باشند. دخالت‌های بیجا، ناامنی‌ها، اشغالگری‌ها، اختلالات فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از سیاست‌های آنان باید اصلاح شود و آنان پاسخگو باشند. ملت ایران اهل منطق و گفتگو و تعامل سازنده است. اساس سیاست خارجی ما ارتباطات گسترده و سازنده با تمام ملت‌ها و دولت‌های مستقل بر اساس عدالت و احترام و دوستی است. اما در برابر قانون شکنی، مداخله گری و سوء استفاده از ساختارهای بین المللی، تجاوزات و بی‌عدالتی‌ها سکوت نخواهیم کرد. ما خواهان رابطه برابر و دوستانه هستیم، ولی بی‌ادبی، دخالت و توهین را تحمل نخواهیم کرد. شنیدید که بعضی از اونها اعلام کردند که انتخابات و دولت را به رسمیت می‌شناسیم، اما تبریک نخواهیم گفت. معنای این رفتار چیست؟ پیام روشن این رفتار این است که اونها دموکراسی را فقط در خدمت منافع خود میپسندند. اونها به رأی و حقوق ملت‌ها احترام نمیگذارند. اونها خود را معیار دموکراسی و شاخص دموکراسی میشناسند. اتفاقا ملت ما با همین اخلاق و با همین روحیه مخالف است و در برابر آن ایستاده است. اون وقت لازمه که بدونید کسی در ایران منتظر تبریک گفتن شما نیست. ملت ایران نه برای اخمها و تشرهای شما ارزشی قائل است و نه برای تبریک ها و لبخندهای شما ارزشی قائل خواهد بود.